هنگامی که 19 بهمن در سال 1349 اتفاق افتاد، من دانش آموز بودم و تقریبا میتونم بگم 13 سالم اینطور بود. به دلیل اینکه در یک محیط سیاسی بودم، این خبر در روزنامه ها وقتی که پخش شد، خاطراتی دارم یادم مونده از کلن عکس العمل دیگران، چه در مدرسه و چه در کوچه خیابان. کلن تو بگم که من اون موقع برای اولین بار بود که با کلمه خرابکار آشنا شدم و این جوانان را در روزنامه ها همه جا به اسم خرابکار می نوشتن. البته اینو بگم که اون موقع تأثیری که داشت این جریان، علارغم این که اینها می نوشتن خرابکار اینا، ولی توی مردم و تو مدرسه این طرف اون طرف که میشنیدیم، بسیار از قهرمانی های این افراد یاد میکردن. وقتی رویداد اتفاق افتاد، تا 5 سال بعدش که من در سال تقریبا اواخر 1352 به سازمان پیوستم و تونستم که ارتباط بگیرم، توی این مدت تأثیری که بر من به جای گذاشت به عنوان یک دانش آموز این بود که شوق رسیدن به این افراد، این مبارزان و شوق مبارزه کردن رو در من پروروندش. همینطور که می‌بینیم که در ادبیات و فرهنگ و شعرهای اون زمان مسلط شد رویدادی که در اونجا اتفاق افتاد، مسلط شد و شعرهایی که می‌دیدیم تبدیل به سرود می‌شد، البته در نه در مطبوعات حکومتی در اون موقع، ولی در این طرف اون طرف سینه به سینه نقل می‌شد. و من اون دوره تصویر که گرفتم، همطور که گفتم، با این جریان و با سازمان چریکای فدای خلق، با رویداد 19 بهمن 1349 آشنا شدم و در سال 1352 تونستم که اولین ارتباطامو بگیرم، که اولین ارتباطای من با رفقایی بودش که شهید شدن، مثل خشایار سنجری و اعظم روحی آهنگران، دو رفیقی که از رفقای بالای سازمان بودن و این دو رفیق هر دوشون شهید شدن. رفیق خشایار سنجری در رویارویی با مزدوران ساواک شهید شد و رفیق اعظم روحی آهنگران در زندان پس از تحمل شکنجه و حبس 1 سال انفرادی اعدام شد. من همچنان از اون زمان به بعد در سال 54 در اوایل سال 54 در خرداد در همین رابطه دستگیر شدم و در زندان به حبس ابد محکوم شدم، ابد به اضافه 35 سال، با اینکه سنم کم بود. و بعد از آزادیم از زندان همچنان در همین سازمان، یعنی در ارتباط سازمان فدایی و ادامه دهنده راه این رفقا خودم بدونم و همچنان فعالیت میکنم.
در 19 بهمن سال 1349 یک دسته پارتیزانی به فرماندهی رفیق علی اکبر صفایی فراهانی به پاسگاه ژاندارمری شهرک سیاهکل در منطقه لاهیجان حمله کردند و اون پاسگاه رو خلع سلاح کردند. با این حرکت بمب‌بر شکنانه جنبشی نوین و انقلابی با برافروختن مشعل آزادی خواهی در شب تیره دیکتاتوری متولد شد، یعنی جنبش نوین کمونیستی. این جریان تا 26 اسفند رزمی رفقا ادامه داشتش و همچنان در مطبوعات اون دوره و در خبرهایی که در بین خانواده‌های زندانیان سیاسی پخش می‌شد این خبرها دنبال می‌شدش. اینا اون چیزی که در خاطرم دارم اینا. بعد توی جریان نبردهای پس از حماسه سیاهکل که تا اسفند طول می‌کشه، اوایل اسفند طول می‌کشه همون سال، فدایان دلیر رفقا رحیم سمائی، مهدی اسحاقی، این دو رفیق در این عملیات به شهادت می‌رسن و تعدادی نیز به اسارت در میان که بیدادگاه های نظامی شاه در مقابل عملیات جسورانه این رزمندگان 13 تن از برجسته ترین فرزندان انقلابی میهن ما رو محکوم به اعدام میکنن که اعدام اینها در سحرگاه 26 اسفند همان سال، یعنی سال 1349 اتفاق میفته. رفقا، اسامی رفقا رو من جهت اطلاع میگم: رفقا غفور حسنپور اصیل، علی اکبر صفایی فراهانی، احمد فرهودی، جلیل انفرادی، محمد علی مقدس قنچی، ناصر سیف دلیل صفایی، هادی بند خدا لنگرودی، شعاع‌الدین مشیدی، اسکندر رحیمی مصری، محمد هادی فاضلی، عباس دانش بهزادی و هوشنگ نیری به جوهای اعدام سپرده شدند. اگرچه رژیم شاه اینها رو در این روز اعدام کرد، ولی این ماجرا تموم نشد، چون این رویداد یعنی یک اتفاق ساده نبود، یک رویداد تاریخی بود. رویدادی بودش که در جنبش ضد دیکتاتوری معاصر و همچنین به ویژه در جنبش چپ ایران تأثیر گذاشت و همونطور که گفتم در ادبیات، فرهنگ مردم حتی مسلط شد و اون موقع موجی از جوانها، از دانشجویان، دانش آموزان و در کارگران، موجی رو از مردم به سمت هواداری، اینطوری بگم، به سمت نیروی مثبتی که نشون دادن، به سمت این سازمان کشیده شدشون. زمان وقتی که رفقا شروع کردن، در حقیقت تمام راه های مبارزه مسالمت‌آمیز بسته شده بودش و اینها در پاسخ به شرایط روز دو تا مطلق رو بهش جواب دادن: یکی سرکوب مطلق و قدر قدرتی شاه که ایران جزیره آرامش در منطقه اعلام کرده بود، یکی هم به سکوت مطلقی که حاکم شده بود از طرف مردم. در برابر این دو تا مطلق نای فضا رو شکوندن و این دست به این عملیات زدن. آرمانی که رفقا داشتن با چشمانداز سوسیالیسم، عدالت،
آزادی، دموکراسی، برقراری یک حکومت غیر دینی، اینها اهداف و آرمان‌هایی بودش که من بسیار خلاصه میگم در این برنامه کوتاه. و خصلت کاری که کردن، خصلت این جنبش فدایی در اون دوره، جنبشی ضد دیکتاتوری، ضد دیکتاتوری مطلق و مقاومت در برابر دیکتاتوری و نگفتن به این دیکتاتوری بودش. به همین خاطر نگاه بکنین تا به امروز همچنان این پدیده‌ای که اون جریان در سال 1349 با حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل در شهر لاهیجان اتفاق افتاد همچنان ادامه داره. در همون دوره خب تأثیراتی داشت و کسانی هم بودن که فکر میکردند و نظراتشون رو مینوشتن، هر صورتی فکر میکردن که عملیات این رفقا و یا کلن همطور که دیدیم مبارزه مسلحانه در اون دوره شکل گرفت، چه از طرف چریکای فدای خلق و چه سازمان مجاهدین خلق، اینا جریان داشت و هواداران بسیار بسیاری در جامعه این شیوه مبارزه جلب کرد. خب خیلی فکر میکردن اون موقع و انتقاد میکردن که آره انگاری که مبارزه این رفقا رژیم دیکتاتوری شاه رو خشنترش کرده و در سطحی که به نظر من یک دیکتاتوری هستش که مبارزه در مقابل خودش به وجود میاره، یعنی مبارزه کردن دیکتاتوری رو به وجود نمیاره و اگر در برابر یک دیکتاتوری خشن مبارزه وجود نداشته باشه، طبعا درجه خشونت اون دیکتاتوری بسیار بسیار فراتر از اون چیزی رو که مبارزه جریان داره پیش میره. و همچنین مبارزه نیست که خشونت تولید میکنه، این حکومت ها هستند که خشونت رو تولید میکنن، چون در همون موقعی که رفقای ما یعنی چریکای فدای خلق دست به عملیات مسلحانه زدند، خب طبیعی همه راه ها بسته بود، یعنی هیچ امکان حرکت مسالمت آمیز نبود. طبیعی است که فکر میکنم کسانی که جونشون رو در این راه میذارن و یکی از شعارهای اصلی اون موقع رفقای ما این بود که اگر خون قادر به بیداری خلق هست، بگذار از خون ما رودخانه خروشان بجوشد. خب ببینید اینها مثل میکنم که مبارزان عاشقترین آدم ها، عاشقترین انسان ها در زندگیشون بودن، پس طبیعیه که کسی که در مقابلش به مبارزه راه دوست داره که بیشتر طولانی مبارزه کنه، زمان بیشتری رو در مبارزه باشه، حرفای بیشتری رو تو مبارزه بزنه، فعالیت بیشتری بکنه، ولی وقتی که دست به همچین مبارزه میزنه، این شیوه مبارزه رو در حقیقت حکومت ها هستن که تحمیل میکنن. اینا آیا در برابر مبارزه کردن و ایستادگی در برابر دیکتاتوری، دیکتاتوری خشنتر میشه؟ حساب بکنید که اینا من به نظرم نه اینطوری نیسته. حساب کنید که اگر در برابر این دیکتاتوری، جمهوری اسلامی ولی فقیه مبارزه وجود نداشت، خب اینا که از طالبان خیلی بدتر میشدن که. پس
اینو در نظر بگیریم، مبارزه وجود داره که حتی در کنارش عده‌ای میتونند نفس بکشن، اینطوری بگم، چون به هر حال بعضی فکر میکنن که خب حالا اسمشون رو هر چیزی میخوان بذارن، ولی میرن چند روز زندان میمونن، که البته زندانی اونها هم غلطه، هیچ کس نباید در زندان باشه، میان بیرون اعدام نمیشن، عده میشن اینطوری نه، ولی به هر حال حساب بکنین که وقتی کسانی هستن که نمیگن و نیستن مقاومت میکنن، در کنارش کسانی هستن که میتونن نفس بکشن، یعنی میتونن حرفاشونو بزنن، و طبیعیه که حکومتی که در سر کار هست دشمن عمده خودشو اون نیروی میذاره که در حقیقت با اون در جنگ هستش، خود اونو براندازه. و به نظر من باز درس هایی که تجربیاتی که از جنبش فدایی، همونطور که گفتم، ما برامون نیستش که فقط به عنوان یک یادآوری در این روز بشینیم بگیم خب رفقای ما 13 نفر در اون روز اعدام شدن و زنان و مردانی که به این جنبش پیوستن، خصوصا میدونین که در اولین جنبشی بود که جنبش چپی که بسیاری از زنان درش به این سازمان پیوستن و وارد عملیات های مسلحانه شدن، در درگیری های خیام مثل مهروش ابراهیمی، مرضیه احمدی اسکویی و نسترن آل آقا، رفقای زن زیادی. یکی از ویژگی های این جنبش بود که زنان بسیاری آگاه به مسائل روز به خودش جذب کرده شد و در همین سازمان فعالیت داشتن و حتی به شهادت رسیدن و اعدام شدن. ما فقط امروز نمیشینیم که یاد بودی صحبت بکنیم، از یاد این رفقای گرامی بداریم که در جنبش ما چه نقش داشتن، بلکه به مسئله روز میخوایم اون جنبش و چه تأثیرات و چه رویداد چه تأثیرات و چه تجربیاتی برای ما به ارث گذاشته و ما چه استفادهایی میتونیم بکنیم، که یک قسمتش در با دیکتاتوری گفتم. ببین، با دیکتاتوری چیزی که اون جنبش ما آموخت این که در برابر دیکتاتوری آیا همزیستی وجود داره، میشه همزیستی کرد، میشه تعامل داشت اصلا با دیکتاتوری، که به نظر من درسی که از اون جنبش که میگیریم این که ما با دیکتاتوری تعامل و همزیستی نمیتونیم داشته باشیم، چون اگر تعامل بخوای بکنی خب این دیکتاتوری از بین میره، و چرا دیکتاتوری هستش اینا؟ تا وقتی که در برابر دیکتاتوری باید مبارزه باشه، وگرنه دیکتاتوری هر روز وحشی تر میشه. اگر شرایطی پیش بیاد که آزادی باشه، دموکراسی باشه و اون حکومت هایی که برها تن بدن به یک روابط دموکراتیک و اینکه مردم نماینده های خودشون انتخاب کنن، از طریق راه‌ها و ابزارهای دموکراتیک انتخاب بکنن، خب دیگه طبیعتاً اشکال مبارزه فرق میکنه. و اینم بگم که اون حکومت هم دیگه به این معنا دیکتاتوری نیست دیگه. پس ببینید، مهمترین درسی که میتونیم بگیریم این که جنبش ضد دیکتاتوری همچنان پابرجاست و تموم نشده، جنبشی که به انقلاب ضد سلطنتی در سال 1357 منجر شد همچنان ادامه داره و اون خواسته ها همچنان هستش، و میبینیم که حتی به شعارهایی که داده شد در قیام سال 88 و هر فرصتی که جوان ها پیدا میکنن و به خیابون میان این شعارها رو میدن، ببینیم که
همچنان همون شعارها در شکل دیگه، در رنگ دیگه، ولی با همون محتوای ضد دیکتاتوریش داده میشه. هویت یا ماهیت خصلت جنبش فدایی که در سال 19 بهمن 1349 گره خود، چند تا نکته رو تو این فرصت کوتاه میگم. یکی اینکه چرا ما میگیم نوین؟ به دلیل اینکه ویژگی که داشت در اون شرایط یک جنبشی مستقل خارج از قطبهای جهانی که در اون موقع وجود داشت، از شوروی سابق، چین، اینا، همه اینا خارج از اینجا، یک جنبشی بود که بر پای خودش پاسخ به شرایط مشخص ایران اعلام وجود کرد و در حقیقت یک جنبش کمونیستی، ولی مارکسیسم را نه به مثابه شریعت جامعه بلکه در پاسخ به شرایط زمان به کار بستش. و اون خواسته ها همچنان ادامه داره. دومش هم که بخوام خلاصه بگم، مقاومت در برابر دیکتاتوری و نه گفتن به دیکتاتوری. و سوم این که برای اینکه مبارزه پیش بره احتیاج به تشکیلات هسته. یکی از هدف هایی که اون موقع رفقا مجبور بودند پیش ببرند، دفاع از خودشون مسلح بشن، برای حفظ تشکیلات و ادامه کار جمعی. و همطور که ببینیم که دوی اون موقع خب رفقا زیر شدیدترین ضربه قرار گرفتن، اعدام شدن در رویای خیابونی، خیلی از رفقا از دست دادیم و کلن سازمان خیلی ضربه خوردش اینا، ولی یک چیز مثبتی رو گرفتیم سازمان در هنگام انقلاب 1357، تبدیل به یک تشکیلات عظیم توده‌ای شد که هیچ کسی حتی مخالفانش نتونستن چشمشون رو بر اون ببندن و نادیده بگیرن. این یکی از هدفهایی که اون رو فقط شروع کردم تفکر کنم موفق شدن در تبدیل به تشکیلات شدن، اونم یک تشکیلات توده‌ای و منسجم که توش از همه اقشار مردم حضور داشتن. اینو به این دلیل گفتم که اگه توجه کنیم می‌بینید که در دوره فعلی هم یکی از مسائلی که رژیم همچنان باش مبارزه می‌کنه با هر گونه تشکیلات زدن هسته، با کارهای جمعی. شما فردی می‌تونید صحبت بکنید، حالا در بستگی به چه صحبتی، چه جوری می‌تونید به صورت بود تنبیه بازخواست قرار بگیرید، ولی کار به تشکیلات میرسه رژیم شدیداً سرکوب میکنه، وحشیانه سرکوب میکنه، اعدام میکنه، شکنجه میکنه. این نشون میده حالا ما تشکیلات در همه بخش‌های مختلف، شما نگاه کنید ببینید که فعالان صنفی کارگری، فعالان سندیکایی که فقط برای زدن سندیکای کارگری فعالیت میکنن که از حقوقشون به طور جمعی دفاع کنن، از درد مشتریشون به طور جمعی دفاع کنن، چطوری تو زندان قرار میگیرن، چطوری زیر فشار قرار میگیرن. و پس در مقابل برای اینکه جنبش ضد دیکتاتوری بتونه در برابر دیکتاتوری ادامه حیات پیدا بکنه و بتونه موفق بشه، طبیعتاً به تشکیلات‌های قوی احتیاج هستش، تشکیلاتی ادامه دار، چیزی رو که رژیم رو مستشعل میکنه. این هم یکی از درسایی که از اون موقع ما میتونیم بگیریم. که همچنان تا به امروز از طرف رژیم قلم به مزدهای رژیم برخورد میشه به اون.
آخرین بار یکی از برخورده آخری بتونم بهتون بگم توی یک نشریه در میاد به اسم به اصطلاح بهتره بگیم اندیشه پویا که توی ایران در میاد، از همین نشریاتی هستش که در مدار باندهای حکومتی قرار داره و توی این یکی از ببخشید شماره 12ش هستش. سردبیر این نشریه فردی هستش به نام رضا خجسته رحیمی که یه مطلب نوشته توی همین شماره 12 به اسم فدایان جهل، کاش امیر پرویز پویان خاطرات کاسترو رو خوانده بود. خب البته این مطلب قلم به مزد یا وابسته به وزارت اطلاعاتی میتونیم بگیم، این در مطلبش به دروغ خیلی چیزها رو به دروغ گفته، در رابطه با خاطرات کاسترو دروغ گفته شده که اصلا خاطرات کاسترو نیست، یعنی از زبان خود کاسترو نیست، که گوارا رو به عنوان یک سمبل مبارزه و مقاومت جهانی که همه میشناسند اون اومده تو این کتاب خراب کرده و به رفیق اون پویان، امیر پرویز پویان که هم با قلمش چه در زمانی که با اسمهای دیگر مینوشت و چه در سنگر سازمان فدایی همه میشناختن امیر پرویز پویان، کسی که کتابهایی از او برجا مونده و اندیشه هاشو باش آشنا هستن، اومده که خراب بکنه و یا اصلا با عنوان گفته فدایان جهل. خب این نشون میده که به این مطلب این رضا خجسته رحیمی خیلی برخورد شده، خیلی حتی کسانی که مخالفان فدایی بودن و یا کسانی که از همه بدایی بهش برخورد شده به نقد نوشتن. این تا دیگه احتیاجی نیستش که حالا سر این مطلب صحبت بکنیم اینا، ولی فقط از این نظر گفتم که وجود همچین برخوردهایی نشون میده که این جنبه چه تأثیراتی داشته و چرا تا کنون حتی این رژیم از اون میترسه و سعی میکنه که با نوشتهایی که فقط در عطاری وزارت اطلاعات پیدا میشه با این نوشته ها به این برخورد کنه، به این جنبش. گفتم به خاطر اینکه به دلیل هویت این جنبش که استقلالش و ایستادگیش در مقابل دیکتاتوری تا جایی که مرز نمیشناسه، یعنی جونشون از دست دادن، ارزش های گذاشته در جامعه که این رژیم از اون ارزش ها میترسه و اینطوری میخواد خراب کنه، آلوده بکنه. خبرگزاری حکومتی فارس هم دوباره مطالبیه که به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 22 در سال پیش چاپ کرده بود، از بازجویی شکنجهگرای سابق در زمانش مثل عزودی و رسولی، اینا رو دو مرتبه اومده پخش کرده که در این قسمت اینها میگن که چجوری مثلا 9 نفر رو در تپای وین به شهادت رسوندن و یا مثلا روحی آهنگران، بهمن روحی آهنگران چطوری در زیر شکنجه به شهادت رسوندن. منظورم اینه که از خود نشریات حکومتی، از خود برخوردهایی که وزارت اطلاعات میکنه، ما میتونیم ببینیم که چه اهمیت این جنبش در جنبش فدایی، در جنبش ضد دیکتاتوری داشته در اون دوره. آن که می گفت حرکت مرد در این وادی خاموش و سیاه، برود شرم کند مویه کن بحر خزر، گریه کن دشت کویر، پیرهن چاک بده جنگل سرخ گیلان، قلب خود را بدر ای قله سرسخت البرز،
پانزده مرد دلیر، پانزده جان برکف، دست در آورد گه رزم عظیم، خونشان رنگ خروش، خونشان جلوه دلهای امید. ببینید که شما سوال کردید که سراینده اون کیست، راستش معلوم نیستش. این شعر متفاوت میگن، مثل چندین شعر دیگه هست، مثل من یک زنم که مثلا اونو متفاوت میگن. میتونه این شعری که گفته شد، بعضی ها میگن سعید سلطانپور شاعر انقلابی فدایی یا افراد دیگه، من هم مثل شما نمیدونم این شعر سرایندش کیه، ولی فقط میدونم سینه به سینه نقش شده، در همه جا آورده شده و تأثیرات خودش رو که این مهم هستش همیشه گذاشته، چه در زندان ها، پشت سلول ها، زیر شکنجه ها. و فکر میکنم این شعر روحیه و فضای مبارزان رسونده که به این دیکتاتوری نمیگن و جاودانه. سال در برای به مناسبت 43 سال حماسه و رستاق سیاه کل ما یک برنامه داریم در آمریکا، در ویرجینیا، که شنبه 15 فوریه هستش، از ساعت 7 شروع میشه، که در نشریات و سایت هایی که وابسته به سازمان هستش خبرش درج شده. و از شما دوستان و همه کسانی که صدای من میشنوند و امکان
همراهی دارند خلاصه ما رو همیاری و همراهی کنند برای بزرگداشت چنین رویداد مهمی. از شما تشکر میکنم.